چی میگفتم؟ ما چطوره بچه ها؟ من موجه هستم و خوش اومدین به این ویدیو. تقریبا بعد 100 روز تصمیم فعالیت گرفتم و خیلی متمایل بودم بیام بشم تو این ویدیو تمام حرفامو بزنم، ولی خب اگه بشینیم هر حرفی که هست و همشون هم حقن بزنیم، یه چیزی وجود داره به اسم گونی. اگه این حرفا هم نزنیم، یه سری چیزا وجود دارن به اسم شرف، مردانگی، ایرانی بودن، با غیرت بودن، علاقمند بودن به فرهنگ کشورت و هزار یک چیز دیگه که در مقابل اون گونی ایستادن. ولی زور گونی به این هزار یک چیز میچربه؟ قاعدتا نمیچربه. با شخص تا جایی تونستم توی استوریم حرفامو زدم، ولی خب دیگه سکوت آخرین پناهگاه آدم، یعنی از یکی داره میبینه داره حرف میزنه ولی از یه جایی به بعد دیگه ساکت شده. خیلی دار خودم دنبال میکردم اینجوری، بدون اون دیگه رسیده تهش که نمیتونه چیز دیگه ای بگه و منم کم کم به این جهت سوق داده شدم. من مثل بقیه هم قرار نیست بشینم این ویدیو شور اشک بریزم که التماستون کنم نظرسنجی فیک بذارم، بگم واسه تون وی پی ام میگیرم که راضیتون کنم فعالیت بکنم. یعنی تقریبا همه دیگه شروع کردم، من دیگه آخرین نفر شاید باشم و خوشم هم نمیاد بیام دروغ بگم آره بچه ها نمیدارم نصف درآمدمو هزینه میکنم واسه خیریه وی پی ام میگیرم. خودتون وی پی ام زدین اومدین یوتیوب دارین ویدیو رو میبینین، درسته وی پی ام ها اکثریت کار افتادن، ولی واقعا یه دیدی خیلی دروغ میگم. مثلا آدم بگه ما میخوایم فعالیت کنیم، چرا دروغ میگین؟ نه ما از اینا بدمون میاد چون دروغگوان. شما دیگه چرا دروغگو میشین؟ و خب احتمالاً توی تایتل یا تامنیل دیده باشین که این ویدیو، یعنی برای همین ویدیو نوشته باشم ماهک یوتیوبر یا اینجور چیزا. اگر نمیدونین، ماهک یه دونه از پلیرهای فری فایر بوده که در طول این مدت، این در طول این جریان های اتفاقات اخیر از بینمون رفته. جوری که دولت میگه داخل یه دونه سمند بودن، حالا یا تصادف کردن، به هر نحوی میگه کشته شدن. همون جوری که میگه مثلا نیکای شاکرمی از ساختمون پرید پایین، سارنا اسماعیل زاده قرص فلان خورده خودکشی کرده، مهسا امینی عارضه قلبی داشته خودش مرده، باد اومده یکی اونجا فوت شده، نمیدونم اون که اونجوری مرده، اصلا هیچی اینا نکشتن، هم خودشون مرده. حالا با توجه به اون تمامی روده های راستتون تمام سخنان تو حقیقت بوده، این اما باور میکنیم یا اصلا توی سمند بود و تصادف کرده و کشته نشده، فوت شده. ولی حالا بی خیلی موضوع، چرا تو تامنیل یا تایتل نوشتم مثلا ماهک یوتیوبر؟ من خودم کلا دوبار باش پلی دادم، اونم کاستوم بوده، تیم مقابلم بوده، یعنی یارم حتا نبودیم. بعد اولین باری که یعنی یه کاستوم ساخته بودیم، قرار بود با یه تیمی حتا اسمش رو نمیدونیم که بودن بچه‌ها هماهنگ کرده بودن، قرار بود بریم گیم. بعد آیدی رمز اینا رو دادیم، موقعی که اینا جوین دادن یه نفرم ویو جوین داد، فکر کنم به صورت رندوم، حالا رمز رو حد زده بود چه جوری اومده بود روی اسپکت، یعنی روی ویو کاستوم. ماهک هم جوین داده بود توی تیم حریف کاستوم. بعد اون کسی که اومده ویو گفت ای پشما ماهک یوتیوبر، و از اونجا من دیگه توی ذهنم نقش بست، یعنی اولین باری بود که باهاش مواجه شده بودم، توی ذهنم از اونجا نقش بست ماهک یوتیوبر. حالا در صورتی که یوتیوبر نبوده، توی ویدیو یا چند تا از یوتیوبرها شرکت داشته، یعنی تو ویدیوهاشون بوده. خلاصه که چنین این ویدیو رو فقط اینجوری نوشتم که یادی از ماهک داخل چنل من به اون، هرچند هیچ رابطه دوستانه نزدیکی باهاش نداشتم، همونجوری که نمیدونم مثلا با نیکا شاکرمی هم رابطه نداشتم تا به امروز یا با مهسا و دیگر از این متنازعه، ولی خب وظیفه‌مونه. بعد در کنارش هم بگم میخوام فعالیتمو شروع کنم. شما یادتون نمیاد بچه ها نزدیک 110 20 روز پیش اکانتم آره بند شده بود، از اون موقع من فری اصلا شاید یه 3-4 بار پلی دادم، خیلی کم، یعنی مثلا میگم تایمی که در طول این چند ماه من فری فایر بازی کردم مثلا 3 ساعت هم روی هم نمیشه، و حتی آپدیت جدیدی هم نریخته بودم. حالا دیگه گیم آپدیت میکنم و سعی میکنم ویدیو بسازم، ویدیوامونم نمیدونم شاید
فان نباشه، اگر فانم بود سعی میکنم حالا یه مقدار متفاوت باشه، بیشتر سعی میکنم فان نباشه. و غالبا الان تا 5-6 ماه پیش خیلی فرقه، یعنی اصلا نمیشه من بیام از الان به بعد یه جوری فعالیت کنم امروز با 5-6 ماه پیشمون هیچ فرقی نداشته باشه، کاملا فرق داره، همه چیز ادامه داره. همینا، در کل خیلی دوست داشتم بتونم بیشتر حرف بزنم، ولی آره دیگه خیلی چیز سختیه. هی، من دارم همه چیز بهتر شه. یا حق، خدافظ.